اینا گول میزنن، همه را گول میزنن. اینا میخواستن من را گول بزنن، من نجف بودم، اینا آمده بودن که من را گول بزنن. 20 و چند روز، بعضی ها میگفتن 24 روز، من حالا عددشو نمیدونم. بعضی از این آیونی که ادعای اسلامی میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزند. اون به خیال خودش که حالا منو میخواد اخفال کنه. مع الاسف از ایرانم بعضی از آقایون که تحت تأثیر اونها واقع شده بودند، خداوند رحمتشون کنند، اونها هم اخفال کرده بودند اونها را، اونها هم به من کاغذ سفارش نوشته بودند، بعضی از آقایون محترم، بعضی از علما، اونها هم به من کاغذ نوشته بودند که اینها انهم فتیتون، قضیه چیز اصحاب کهف. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفا شدم از قرآن بود و از نهج البلاغه، تمام حرفا. من یاد یه قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود، ظاهرا زمان مرحوم عبدالمجید همدانی. یه یهودی آمده بود، مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام میکند که ایشون بهش تردید واقع شده بود برش که این شاید قضیه‌ای باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله، شما از علمای اسلام هستید، چطور؟ میدونی پدرهای من کیان؟ بله، پیغمبر، از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله، من پدرانم یهودی بودند، حالا خودم مسلمان شدم. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردک فهمیده بود که این اون چیزی را که این میخواد بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد 20 و چند روز اونجا و تمامش از نهج البلاغه و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه، این آقا هم همون است. بلا خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزای چرا میه پیش من؟ من که نه خدام، نه پیغمبر، نه امام، من طلبم در نجف.